توی تمام قسمت‌های این پادکست ما همیشه درباره حجاب حرف زدیم. مرکز و هسته اصلی این پادکست حجابه. اما می‌خواستم ازتون بپرسم آیا حجاب فقط همون چیزیه که سرمون می‌کنیم یا همون چیزی که باهاش بدنمون رو می‌پوشونیم؟ اگر یه نفر بخواد صدای یک زن رو بپوشونه چی؟ اگر بخواد صدای سازش رو بپوشونه؟ اگر بخواد موقع ساز زدن نشونش نده؟ اگه یه زن بخواد موزیسین بشه در ایران چی؟ من پریس هستم از رادیو فردا و اینجا در پادکست ویدا با هم درباره تأثیرات انواع محدودیت ها بر زنان ایران حرف میزنیم. در این قسمت از ویدا مهمون من یک خواننده و یک نمایشنامه نویسه که توی مسیرش موسیقی دراماتیک رو انتخاب کرده. اما موسیقی دراماتیک چیه و زنان ایران کسانی که این مسیر رو انتخاب میکنن با چه مشکلاتی روبرو میشن؟ کسی که امروز دارم باهاش صحبت میکنم یکی از کسانیه که خودش برای من و خیلی از همکلاسی‌های دیگه‌اش همیشه الهام بخش بوده. دل و جرأتی داشته همیشه که نمیدونم من بهش قبطه میخورم. تریفه یکی از همکلاسی‌های قدیمی من در دوران نمایشنامه نویسیه. دختری که وسط کلاس گاهی برامون میخوند و همه ما از صداش لذت میبردیم. امروز میخوام شما هم از صداش لذت ببرین و قصهشو بشنوین. تریفه جان سلام. سلام به تو پریس عزیزم. خیلی ممنونم که دعوت من رو قبول کردی. امروز میخوایم راجع به یک موضوع بسیار مهم حرف بزنیم و اون هم موسیقی برای زنانه. به همون بگو که کجای جهان هستی و در حال حاضر چی کار میکنی؟ صدای منو از تهران میشنوین. خب باید بگم من تریفم. تریفه اسم کردیه به معنی ماهتاب. من آکادمیک همونطوری که گفتی ادبیات نمایشی خوندم، نمایش رو منویسم، ولی بخش بودار ماجرا اینه که خواننده هستم، خواننده اپرا و موسیقی دراماتیک کار میکنم. تریفه موسیقی دراماتیک رو اول یه خورده برامون توضیح میدی. موسیقی دراماتیک یعنی چی؟ راستش پریس موسیقی دراماتیک یکم جریانش متفاوته با موسیقی مرسوم و متداولی که اغلب گوش میدن. یه موسیقیه که در لحظه تصویر میسازه، یعنی علاوه بر اون وجوه فونتیک صدا قابلیت نمایش و تصویر سازیش بالاست. یه موسیقی نمایشیه. یعنی به اپرا مربوط میشه دیگه، درسته؟ یکی از این شاخهای اپرا میشه، آره. این با اون موسیقی که میخوام بدونم اینم ممنوعه برای زنها، چون یک نوعی از موسیقی که حالا خودشون میگن اغوا کننده است و اگر به حرکت در بیاره یا از این قبیل حرفا که حالا نمیخوام خیلی واردش بشم، آیا این موسیقی هم ممنوعه؟ یعنی تو روی صحنه نمیتونی بخونی؟ موسیقی که ما جسته گریخته داریم کار میکنیم، ولی وجهه رسمی و عملاً وجهه قانونی نداره. خب چی کار میکنی پس برای زندگی اگر شغلت اینه؟ ببین اگه بخوام از زندگی شخصی زنی که توی ایران خواننده است، حالا دست بر قضا اونم از نوع اپرا و دراماتیک، یه قشر خاص این موزیکو گوش میدن و اینکه واقعا آینده شغلیشون چی رو برای خودشون متصور میشن، باید اینو بهت بگم پریس، موسیقی در هر حال بخش لاینفک و جدا نشدنی از منه.
تقریبا حین همه کارهای شخصی و روزمرم، رانندگی، آشپزی، من موسیقی گوش میدم. تو آپارتمانم روزی 1 ساعت تمرین تخصصی دارم. تمام کارهای مراقبت هایی که یه خواننده حرفه‌ای برای صداش داره، از تمرین، پرورش صدا، ممنوعیت غذایی، هر آنچه که زیست یه خواننده حرفه‌ای برای خودم دارم. خب طبیعی خیلی وقتام خسته میشم، به خودم میگم که چی این صدای کی میخواد کامل ازش استفاده بشه، وقتی امکان کنسرت برای خواننده زن نیست. و واقعا باید بگم همیشه دنبال اون بخش گم شده و سرگردان خودم تو جهان موسیقی هستم. تا حالا به مهاجرت فکر نکردی که بتونی این صداتو قشنگ رها بکنی؟ راستش پریز، جوابم برای مهاجرت خیلی ساده و سرراسته. آدم های زیادی هستن که دلشون نخواسته مهاجرت کنن، حالا به هر دلیلی و طبیعیه. از اینجا به بعدش تو میمونی و تمام و موانعی که برای کار هست. خیلی وقتا با خودم فکر میکنم مگه چقدر از پتانسیل صدای من اینجا ازش استفاده میشه و اولا تو این حوزه چقدر میشه مانور داد؟ آیا کافیه؟ راضیم که باید بگم ابدا نه. ولی با وجود تمام این قوانین دست و پاگیر و سر و کله زدم و مسائلی که اساسا نباید سر راه هنرمند باشه، انتخابم این بوده که ایران بمونم، اینجا کار کنم. و خب با خیلی هم کار کردم، آدمای بزرگی که خیلی ازشون یاد گرفتم، از کارگردانه سینما، کارگردانه بزرگ، تا توی نمایش های موزیکال و اپرا، حتی تیتراژ فیلمایی که معمولا اکرانشون اونور بوده برای این تیتراژ خوندم. در نهایت با همه این بضاعت کمی که برای صدای زنان هست، من در ایران دارم کار میکنم. شاید به خاطر اینکه معتقدم کار هنرمند تولید اثره و این اصلا شکل متعارفش در تمام دنیاست. حتی تو حوزه ادبیات خیلی وقتا خواستم یه تکسی بنویسم، به خودم گفتم که خب این تم ممنوعه، نمیشه رو صحنه برد. ناخودآگاه اون بخشی از انرژی که باید صرف خلاقیت و تکنیک و مطالعه جانبی که برای نویسنده است باید خرج مسائلی میشه که چه راه گریزی برای دور زدن سانسور باید پیدا کرد. و وقتی اصلا در حد بدترش تبدیل به خود سانسوری بشه، نویسنده توی اتاق کارشم خودشو سانسور میکنه. برای همین من هر چیزی که بخوامو مینویسم و فکر میکنم نویسنده ها معمولا یه آرشیوی برای نوشته های ممنوع و خاک خوردشون هم دارن. تریفه، من یادمه که سر کلاس برای ما میخوندی و اون موقع نمیدونم، فکر کنم 10 سال پیش بود یا کمتر، همون موقع برای من خیلی عجیب و ستودنی بود این کاری که تو میکردی. ببین اولش مثلا تو شروع میکردی به خوندن، من یادم یه ذره خندمون میگرفت، مثلا من خودم یه ذره مثلا میخندم، مثلا ای وای چجوری روش میشه الان، مثلا چی میشه، هی نگاه هم به در بود. با اینکه من اصلا آدم حرف گوش کن و سر به زیری نبودم، ولی باز منم استرس داشتم. میخوام بدونم حس خودت چی بود، اون حالی که داشتی یه هپا میشدی به همون اون فضا رو میدادی؟ من همیشه پر از ملودیایی که هنوز نخوندم پریز. خیلی وقتا توی خیابون راه میرم با خودم یه چیزی زمزمه میکنم، یعنی خیلی فکر کنم دیوونه شدم. خب اون وقتام دوره دانشجویی سنمون کمتر بود، کلم پر بود از موزیک. یادم یه بار سر کلاس تاریخ هنر جهان بود، اصلا بحث راجع به کلیسای قرون وسطا بود، من سر کلاس یه آواز کلیسایی خوندم، از اونجا رفت تو دستگاه ماهور، بعدی مقام کردی و ایزدی، کلاس تموم شد. از اون روز اصلا تو دانشکده بعد همه منو به خاطر صدام میشناختن، چه اساتید دانشجو، میدونی نگاه همون موقع هم متفاوت بود. خب اساسا این هنر رو چرا باید سانسوری کرد وقتی به انسان اعتبار میده، جایگاه واقعیش رو به اون میبخشه؟ من که واقعا اون روزا رو وقتی به یاد میارم با صدای تو به یاد میارم و الان میخوام یک بخشی از موسیقی تو رو برای شنوندمون بذارم تا بدون دقیقا داریم راجع به چی صحبت میکنیم. دل خوشی لتجرگو هنوان
بله، این صدای عجیب و جادویی تریفه بود که شنیدین. تریفه، برمیگردم به خودت. میخوام ازت بپرسم که به جز مسائل عمومی که ممنوعیت‌های عمومی، میخوام بدونم چه فیدبکی از مردم میگیری؟ یعنی وقتی که حالا یا روی صحنه یا توی یک جمعی میخونی، مردم برخوردشون چجوریه؟ ظرفیت‌ها در چه حده؟ ببین، من همیشه خوشبختانه به واسطه صدام تحسین شدم و یه انرژی شگفت‌انگیزی از سمت مردم دریافت کردم. خود مسئله خوندن الان هر کی یه گوشه به یه شکلی داره میخونه دیگه. فضای سوشیال مدیا این امکانو فراهم کرده. من خودم تو حوزه تخصصی کاریم تات با این فعالیت جست گریخته‌ای که همین قدم امکانش هست دارم میخونم، خب یه قشر خاصی از مردم میتونن و امکان شنیدن صدای منو دارن، ولی انرژی که از این آدما میگیرم شگفت انگیزه و این کار کرد و تأثیر شخصی موسیقی بر زندگی خودم رو دارم میبینم و این انرژی دوباره راهنما میشه به من، قوت قلب میده که تو این مسیرم همچنان مقاوم قدم بردارم. من یادم یه کنسرتی داشتیم چند وقت پیش که مدل آوازاش خیلی آرکائیک و کهن بود، حتی تکس و کلماتش خیلی باستانی و قشنگ از دل تاریخ بود. کار مجوز داشت، حجاب و لباس و همه چی هم اوکی بود، ولی فکر کن سانسور یه جایی از وجود هنرمند رخنه میکنه و بالاخره یه جا میزنه بیرون. من یادمه که جستم جست یه الهه اساطیری بود، تقریبا فوکوس تماشاگر رو چهره من بود. یهو وسط اجرا در سالن باز شد، یه نوری تابید، من ناخودآگاه سرام برگردوندم و از اون جست در اومدم، تو نور رو نگاه میکردم. بیان فکر کردم اومدن منو ببرن، با وجود اینکه کار مجوز داشت و تقریبا کسی هم مشکلی پیش نیومد برای اون کار، ولی میخوام بگم کلن از اون جست و کارکتر اومدم بیرون و تماشاگر همینو متوجه شدن و این به واسطه سانسوره و عملا متاسفانه توی ناخودآگاه هنرمند رسوب میکنه. ببین پریز، اون چیزی که برای خواننده مهمه اینه که صدای خودش رو خوب روی استیج بشنوه. این مستلزم اینه که چیزی روی گوشش رو نپوشونه. خب من اجرای زیادی داشتم که علاوه بر این که حجاب کامل داشتم، مجبور بودم یه جورایی گوشم رو بیارم بیرون، باز به خاطر اینکه گوشم رو استتار کنم یه کلاهی چیز دیگه هم اضافه کردم. اینا شاید کوچیک به نظر بیاد، ولی همه اینا روی استیج یه بار روانی مضاعفی رو به خواننده اضافه میکنه. چیزایی که مجبوری استفاده کنی ولی اصلا کار کردش رو نمیدونی. یه جایی از حرفات گفتی که توی آپارتمانت یه روزی یک ساعت تمرین میکنی، همسایه ها به چیزی نمیگن وقتی داری تمرین میکنی؟ چرا؟ خیلی وقت شده که با همسایم گپ میزنم، با وجود اینکه خیلی هاشون نمیدونستن که کار من چیه، تخصص من چیه، ولی یه بار توی آسانسور همسایم از من پرسید، گفت که خیلی صدای خوبی داری، من متوجه نمیشم دقیقا چی داشتی میخوندی. حالا اون بار یه موسیقی کردی داشتم تمرین میکردم، گفت ولی خیلی خوبه، میتونی به بچه منم درس بدی، یاد بدی. و من همه جا این انرژی رو از دور و بر و از جهان پیرامونم میگیرم. حمایت خانواده‌ام اگر میخوای بهش اشاره بکن، چون فکر میکنم برای زنان ایران در وهله اول خانواده و بعد جامعه است که این حمایت رو در واقع دورش مثل یک حصار امنیتی، مثل یک قشایی که واقعا باعث میشه که تو احساس سیف بودن و امن بودن بکنی میده. رفتار خانواده وقتی که تو میخواستی وارد این حرفه بشی چگونه بود، چجوری بود؟ من یادم اولین نغمه هایی که میشنیدم صدای مادرم بود که برای مرده‌هاش مرثیه خوانی میکرد، برای پدرش، برای پسر و برادرش. و این نغمه اینقدر توی وجود من رخنه کرده بود که همیشه با تعجب به صدای مادرم گوش میدادم و به خودم میگفتم معنای زمینی این ترانه ها چیه، اینا فقط یه ترانه های معمولی نیست. لای 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 لیلی 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 لیلی.
دیگه توی ایران به واسطه اون تحول اجتماعی که صورت گرفته و هم خانواده هم جامعه همیشه پذیرای صدای زن هستن و با آغوش باز استقبال میکنن و من فکر میکنم این دیگه صدای زنان یه امر بدیهی و عادی شده که جهان از این مسئله عبور کرده و اساسا نباید انرژی و خلاقیت یه هنرمند صرف دور زدن سانسور بشه، باید صرف این باشه که چی الان بخونم، توی چه گامی باشه، با کدوم ارکستر کار کنم و چقدر من توی این مسیرم حرفه‌ای قدم بردارم. تریفه، میدونم که دلمشغولی ها و دردسرهای یک خواننده زن خیلی بیشتر از این حرف هاست. باز هم ازت ممنونم و ازت اجازه میخوام که برای بدرقت یکی از موسیقیات رو، یعنی یکی از اونایی که خودت انتخاب میکنی رو، اگه اسمش رو خودت الان بهمون بگی بریم گوش بدیم و فکر میکنم دیگه بعدش من اصلا حرف نزنم، با همین موسیقی تمومش بکنیم. فقط به شنوندمون قبل از اینکه تو اسم اینو بگیم من بگم که ممنونم ازت که همراه ما بودی. ویدا در تمامی پادگیرها قابل دسترسه، در کانال تلگرام پادکست فردا و روی وبسایت رادیو فردا هم میتونی بهش دسترسی داشته باشی. اسم این کار دلالو به زبان کردی کرمانج و تلفیقی از یه ملودی فولک قدیمی که ما به شکل امروزی بازخوانیش کردیم و میخوام تشکر کنم از گروه و بندی که با من این کارو تنظیم کردن، اجرا کردن، بچه‌هایی که هیچ کدوم کرد زبان نیستن ولی این زبان مشترک و گفتمان مشترک موسیقایی بین ما شکل گرفت. Thank you.